امروز تلویزیون رژیم کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان خامنه‌ای کت خدایی رو پخش کرد. در این کنفرانس این شخص کت خدایی از کسانی حرف زد که با نسبت دادن خودشون به شورای نگهبان دست به کلاهبرداری زدند. اما چه کسانی و چگونه و چرا حالا بعد از اینکه موضوع صلاحیت‌ها، یعنی همون رد صلاحیت‌ها و اونایی که به صورت رد صلاحیت نشدن تعیین تکلیف شده و لیست نهایی هم برای شرکت کنندگان در نمایش انتخابات مجلس آخوندی تعیین تکلیف شده، این کنفرانس رو اومدن برگزار کردن. برای پرسش در این رابطه همراه میشیم در یک تماس تلفنی با آقای مرتضی اسماعیلیان. سلام عرض میکنم خدمت شما، مرسی که با ما همراه هستیم. با سلام خدمت شما و همچنین خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی. آقای اسماعیلیان، من در مقدمه توضیح دادم در رابطه با کنفرانس مطبوعاتی سخنگوی شورای نگهبان رژیم. اول به ما بگین که بالاخره حرف کت خدایی چیه و این موضوعی که توضیح دادیم چی هست؟ بله، ببینید، این اظهارات کت خدایی رو باید در ارتباط با حرفایی دید که توی مجلس ارتجا، همچنین علاوه بر مجلس ارتجا، توی رسانه ها در مورد فسادی که در شورای نگهبان در ارتباط با تایید صلاحیت ها وجود داره دید. اگر برای که یادآوری کنم، یه مدتی قبل این محمود صادقی عضو مجلس ارتجا بعد از اینکه اعلام شد صلاحیتش توسط شورای نگهبان رد شد، توی مجلس برای انتقام گرفتن یا وادار کردن شورای نگهبان به کوتاه اومدن و پذیرفتن صلاحیتش یه حرف گنده ای زد و گفتش که قیمت خریدن صلاحیت به 4 میلیارد تومان رسیده. خب معنی حرفش این بود که شورای نگهبان به این قیمت صلاحیت میفروشه و یک پول هنگفتی هم به جیب میزنه. همون وقت کت خدایی این حرف رو تکذیب کرد و وعده پیگردم داد. خب این حرف محمود صادقی به شکل‌های مختلفی توی رسانه ها و فضای مجازی هم نقل شد و تکرار هم شد. حالا به نظر میرسه که سخنگوی شورای نگهبان با برگزاری این کنفرانس مطبوعاتی داره پیشاپیش به رفع و رجوع افتضاحی که احتمالاً در راه زمین سازی میکنه و اون رو میخواد به این ترتیب یه جوری ماسمالی کنه. خب چطور زمین سازی میکنه و چرا حالا؟ چون الان که دیگه موضوع همین صلاحیت ها، حالا هر چی بوده با هر زد و خوردی که داشتن، تموم شده و وزارت کشور رژیم هم لیست نهایی رو از قول شورای نگهبان داده، چرا تازه الان کت خدایی به فکر این توضیحات افتاده؟ خب خیلی سوال خوبی پرسیدید، چون که اتفاقا جواب سوال در خود همینه، یعنی جواب سوال در خودشه. بله، اگه قرار بود کت خدایی چنین مواردی رو اعلام بکنه و خواستار پیگرد اونا بشه، بایستی توی همون زمانی که این کار انجام شد، یعنی همون روزایی که هنوز لیست نهایی صلاحیت ها اعلام نشده بود، اقدام میکرد. بنابراین میشه فهمید که اون موقع یه واسطه هایی بایستی کارشون رو انجام میدادن و پولا رو به شورای نگهبان میرسوندن و جایی برای اینکه روی این موضوع باز بشه وجود نداشت. اما حالا که احتمالاً دیدن به ترتیب ممکنه پرده از روی این افتضاح و این فساد کنار زده بشه و این افتضاح بالا بیاد، خب کت خدایی به فکر داستان سرایی افتاده و که عده‌ای تحت عنوان دوست نزدیک و یا شاگرد فلان فرد شورای نگهبان و فلان اینا رفتن به کسانی صلاحیت فروختن. به صحنه اومدن ناگهانی کت خدایی و مطرح کردن این حرفا، از قضا همون حرفای محمود صادقی رو هم به نوعی تایید میکنه. اسماعیلیان، تشکر که با ما همراه بودید.